میهن من ای فدایت تا روخن من برقه ها تر از هر دو هر خود باکه تو قدر من سرفراز باشی میهن من ای فدایت تا روخن من برقه ها تر از هر دو هر خود باکه تو قدر من سلام مخصوص بر بینندگان محترم، دوستان که از اوقات خودتون مایه میگذارید و یک ساعت تشریف میارید در ضیافت و گفتگوی خودتون شرکت میکنید و ما را از حضور خودتون بهره مند میفرمایید و خوشحالیم که در آغوش گرم خانواده خودتون امروز با یک استکان چای و یا یک فنجان قهوه تشریف آوردید و این ضیافت رو شروع میکنید با حضور شما. ما امیدواریم که هر کسی در هر جایی هست همیشه در خوشی و سلامتی باشه، ولی خب بعضی وقتا اینطوری نیست و ما در این طول زندگی بالا پایین زیاد داریم و ما همیشه از آقای فرانک سیناترا یاد میکنیم که ایشون یک آوازی میخوندن که میگفتن این زندگی است، زندگی اونطور هست که در ماه اردیبهشت شما بالا هستید ولی در ماه خرداد پایین و باید خودتون رو بردارید و ببرید به طرف صحنه کارزار و از جا در نرید و ایستادگی کنید. ما امیدواریم که همه نیتشون اینقدر خوب باشه که بارها ما میگیم اینجا بیایید با هم دنیای بهتری بسازیم که این دنیا بالاخره یا به دست ما ساخته خواهد شد یا به دست ما از هم پاشیده خواهد شد، چون از کرات دیگه خبری نیست فعلا، از جاهای دیگه کسی نیومده که تهدید کنه که ما رو میخوان از بین ببرن و فلان، فقط خود ما هستیم که توی این کره زمین زندگی میکنیم و تمام این چیزها به دست خودمون هست و یه مقدار زیاد هم بستگی به یه افرادی داره که اینها به هیچ وجه به هیچ راهی امکانن مستقیم نیستن و هر چقدر هم شما سعی بکنید باز دوباره یه بهانه ای هست، یه چیزی هستش که به اصطلاح اجازه داده نمیشه که مردم یک لیوان آب خنک از گلوشون بره پایین برای اینکه یکی فلان کارو کرده یکی اون کارو کرده. از این چیز شد صحبت. هفته پیش 600 نفر در نیجر کشته شدن، حالا ما نمیدونیم اینا رو کی کشته یا کی نکشته، ولی خب تعداد زیادی 600 نفر نبودن بلکه 500 نفر بودن، 500 نفر 400 نفر 300 نفر 200 نفر 100 نفر بالاخره چند نفر در پاریس کشته میشن، معلوم نیست دنیا در چه بحرانی فرو میره و این 600 نفر رو کشتن و به اصطلاحی میگن اینا شیعه بودن در نیجر. و بازم برمیگرده به اونجایی که طرحی هستش که همه رو به جون هم بندازن، همون طرحی رو که یک آقایی در زمانهای گذشته ریخته بود که خاورمیانه تقسیم بشه به قطعات کوچکتر و این شخص بعدها اومد گفت دیگه حالا دیگه
منفعتی نداره این که تقسیم بشه، چون نفت در همه جا هست و ما خیالمون راحت شد که اقلا این شخصی که نمیخواد اون ایدش چیز بشه، اجرا بشه، چون میگفتن چون نفت اینجا هست اینا تیکه تیکه کنین که خب نفت رو بتونیم ما کنترل داشته باشیم. ولی بعد دیدن همه جای دنیا پر نفته و ما خوشحال شدیم که اقلا دست از سر اینا ور میدارن میرن یه جای دیگه، ولی خب اینطوری هم نشد. و این چند روز گذشتم آقای اوباما مثل که یک طرحی رو امضا کردن که مجبور بودن طرح رو امضا بکنن، به این معنی که یه لایحه بودجه بوده، اینا اومدن یک چیزی هم داخلش قاطی کردن، یا رئیس جمهور میتونه کل لایحه بودجه رو وتو کنه یا اینکه قبول بکنه، یعنی راه پیش و پس نداشته و این کارم کرده. و در این یک لایحه‌ای هستش که افرادی که در اروپا زندگی میکنن و تبعیت دو کشور رو دارن، یا نه نه ببخشید خیلی پیچیده است این قضیه، بالاخره ما یک جاشو میدونیم اونو میگیم. همین اشخاصی که در اروپا زندگی میکنن اگر در چند سال گذشته به ممالکی که ذکر شده اسمشون در این لایحه سفر کرده باشن و اگر بخوان تشریف بیارن به امریکا حتما باید ویزا بگیرن، این لایحه اینطوری گفته میشه. حالا در این لایحه اسم برده میشه چه مملکت هایی از همه چیز تر هستن ها تر هستن که اینا نمیتونین شما مثلا انگلیسی باشی و بری ایران، بعد از ایران بخوای بیای امریکا، چون انگلیسی ها احتیاج به ویزا ندارن ولی حالا دارن. اگر شما یه انگلیسی هستی رفتی ایران، باید حتما یه ساعت دو ساعت میگی فرانسوی هستی رفتی، آلمانی هستی، ایرلندی هستی، هر چیزی که در اروپا هستی، اونهایی که اجازه دارن بدون ویزا وارد امریکا بشن، اگر به یک از این ممالک سفر کرده باشن بخوان بیان امریکا باید ویزا بگیرن. خب این چی کار میکنه؟ در وهله اول یک گمگیجی را میندازه که هیچ کس نمیدونه که سب کن ببینم منم شامل این هستم، من شامل اون نیستم، آیا این درسته، آیا اون غلطه. و اون گذشته های داستانی میگفتن که یکی آدم جنگل داشت رد میشد، دیدم یه گربه داره در میره، بهش گربه گفتن چرا فرار میکنی؟ این گفته که شدیدن پلنگا رو میگیرن. یکی بهش گفت خب تو که گربه هستی، یه خب من تا بیام ثابت کنم پوزمو کندن در حال دارم در میدم، یه همچین حالتی رو ایجاد کردن. بعد از این توافق یا نقشه اجرا، طرح اجرایی که بین ایران و بقیه افراد اروپا به اضافه یک انجام شد، خب بنا به دلایلی خیلی دوست دارن برن ایران تجارت بکنن، خیلی دوست دارن برن ایران یک روابطی تجاری ایجاد بکنن، فلان کنن، بهمان کنن. البته دلشون برای ایرانی ها که نسخته، برای خودشون منافع زیادی هست، میخوان برن. یه دم میخوان جلو اینو بگیرن، چون وقتی این افراد رفتن اونجا منافع برای خودشون ایجاد کنن، ممکنه یک ذریعه شیه سندارم گیره ایرانیایی بیفته که اونجا زندگی میکنن. و اینا حتی حاضر نیستن یه شی سمنار گیره اینا بیان، پس این کارا رو دارن میکنن. و یک شخصی بود به نام برنارد لوئیس، اینو بنویسید اگه تونستید گوگل کنید، برنارد BERNAD برنارد لوئیس LOUIS لوئیس. این آقا حالا در حدود 85 سال 90 سالش باشه، ولی چندین سال پیش، 60 سال پیش که وقایع در فلسطین داشت اتفاق می افتاد، ایشون طرح داده بود که مثلا عراق رو 3 قسمتش کنید، ایران رو 4 قسمتش کنید، ترکیه رو هم 5 قسمتش کنید، سوریه رو 3 قسمتش کنید، همه اینا که نفت داشتن عربستان رو 4 قسمتش کنید، اونجا که چیز زیارتگاه ها هست با یکی رو فرام، بالاخره همه جا رو تقسیم، افغانستان، پاکستان، همه اینا رو طرح داده بود که همه رو تقسیم بندی بکنید. و چند وقت پیش، 2 سال پیش بود مثل که ایشون در یه مصاحبه‌ای گفت دیگه ببین این تقبال 60 سال پیش بود، حالا احتیاجی نداره اینجا تیکه پارش بکنن دیگه،
چون نفت در همه جا هست و دیگه نفت اون اهمیت خودش رو از دست داده. خب نفتی که 80 دلار بوده 100 دلار بوده هر بشکش، حالا 30 دلار 10 دلار دارن التماس میکنن یکی بیاد بخره و ببره. پس بنابراین این داره میگه حالا ولش کنیم به حال خودشون. این اسمو یادتون باشه، برنارد لوئیس، اینو گوگل کنید و پیدا کنید که این شخص این حرفو زده بود و این کارو کرده بود و حالا میگه نه دیگه وقتش گذشت، اون موقع من حرفو میزدم حالا نمیزنم. ولی یه آقایی هستن به نام آدم، ببینم اسمش بیاد اینجا، در اینجا اومد، آدم زوبین. این شخص معاون قسمت مالیات یا حساب یا تریجری میگیم، یه تریجری با این یکی مثل میبینیم اسمشو آدم زوبی. این شخص کسی هستش که در این چند سال گذشته قشنگ رفته از اون قطره اول که شروع میشه یه جویبار کوچیک رودخونه میشه، اقیانوس میشه، این میشه اون میشه، همه از لحاظ مالی اینا رو همه رو درست کرده و همه جاش هم یه علائم گذاشته که اگر کسی از اینجا داره یه پولی میبره میتونه با یه اینطوری ببنده فلان کنه. و ایشون در یه جلسه این هفته پیش بود در همین چیز کانسل، اتلانتیک کانسل، اونجا بودن و صحبت میکردن و همه رو شرح میدادن که برخلاف این که شما فکر میکنید همه این تحریم ها برداشته خواهد شد، نه تحریم ها برداشته نخواهد شد تا ایران تمام کارهایی رو که گفته باید انجام بده انجام که دو تموم شد، اون موقع ما اگر راضی شدیم از این کارها میتونیم که تحریم ها رو برداریم، ولی اگر ببینیم اینه کوچکترین تخلفی میکنن اون تحریم باز دوباره بر بیاردونیم. و این صحبت ایشون بود. خب صحبت به جایی هم بود، میگفت بله زور دست ماست، چاقو و قیچی دست ماست، هر جور بخوایم میبریم، هر جور بخوایم فلان کنیم، شما فقط نباید آخ بگید، نباید شکایت بکنید که ما شما رو بریدیم یا دوختیم فلان، صداتون در نیاد. خلاص همون صحبت های قبلی که صداتون در نیاد. بعد در یک گروه دیگه آقای دیگه بودن که به نام آقای آلبرایت هست اسمشون، دیوید آلبرایت. ایشون متخصص نیروی اتمی صلح‌آمیز هست و جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی هست. ایشون هم آقای آلبرایت، دیوید آلبرایت. و جلسه که تموم شد ما با ایشون یه صحبت کوچیکی کردیم و گفتیم که خب اینطور که شما دارید میگید اگر ایران تمام این کاره رو که قرار انجام بده و تموم کنه و به نتیجه برسه و همه بگن بله درست هست و فلان هست و بهمان هست، وقتی که امریکا تصمیم بگیره که هیچ یک از تعهداتش رو قبول نکنه، اون وقت چاره ایران چیه؟ خب حالا من باز دوباره میگم، ما از این آقای دیوید آلبرایت پرسیدیم، آقای دیوید آلبرایت طبق این نقشه انجام ایران تمام این راههایی که بهش گفتید انجام بده انجام میده و موقعی که شما امریکا قراره از طرف امریکا اون کاری که قراره انجام بشه انجام بشه و امریکا تصمیم بگیره که نمیخواد بکنه، اون موقع تکلیف ایران چی میشه؟ فکر کنین ایشون چه گفته باشه. خوبه آقای دیوید آلبرایت خب میخواستن توافق نکنن. خوب توجه کردی چی شد؟ میخواستن توافق نکنن. منم گفتم آقای دیوید آلبرایت تمام این چرخونه رو دارن پیاده میکنن، تمام اون چیزی که قلب هست ریاکتور بوده توش میخوام بتون بریزن، همه اینا که تموم شد اینا برگشت نداره آخه. گفت خب میخواستن قبول نکنن. خوب توجه کنی چی داره گفته میشه، میخواستن قبول نکنن. اینا اون آقا میگه. بعد همین درست روز پیش هم آقای اوباما امضا کرده که بله ایرانی هایی که اینطور هستن اونطور هستن نمیتونن برن نمیتونن بیان.
ما باز دوباره نمیدونیم آیا این شامل حال ما هم میشه یا نه، چون ما اروپایی که نیستیم، ما امریکایی هستیم، ولی زادگاهمون ایران هست و ایران به هیچ وجه ما رو جدا از خودش نمیدونه. اینا بارها گفتن، ما گفتیم بابا ما این ورقه رو پر کردیم که ما تبع امریکا هستیم، یه فرم 979 هست، چی هستش که بعد پر بکنید که کی اومدید، کی رفتید، چطور شده، چطور نشده. اونا میگن مانعی نداره، شما هنوز ایرانی هستید و فکرش هم نکنید. بیدم از این. بعد در این جلسه یک آقایی بودن خیلی خیلی انسان شریفی که در دانشگاه پرینستون هستن، اسمشون هم هست سفیر محترم سید حسین موسویان. بله این عکس هم نشون میدم. ایشون خیلی خیلی با محبت و خیلی خیلی قشنگ شرح داشتن میدادن که موقعیت ایران چی هست و در اون جایی که بودن. یه آقای دیگه هم هست که ایشون عکسش رو پیدا کنن خوب میشه. خدا رو الله اکبر. آها این هاشون آقای کسمن. یه آقای دیگه هم بودن اونجا به نام آقای کسمن، اسمشون هست کنت کسمن و اینم عکس ایشونه، کنت کسمن. و ایشون کاملا صحبتایی که آقای نخست وزیر قاسمی سرزمین های فلسطین میکرد، ایشون هم عین همون کپی اونا رو داشت میگفت. که بعد از جلسه ما رفتیم گفتیم اولا به ما اجازه نمیدن سوال کنیم، یه سوال بیشتر اجازه ندادن. بعد که دیدن با کی هستیم دیگه اجازه ندادن ما سوال کنیم که چقدر آزادی بیان هست اینجا. دستمون رو بلند میکردیم اینطوری بالا سر ما، یکی دیگه بگه اون سوال کنه، این سوال کنه، به هر حال دیگه الحمدلله. بعد به این آقا من گفتم که برادر آخه این چه حرفایی میزنی اینجا؟ اینجا امریکاست، اینجا فلسطین نیستش که، نخست وزیر نیستی که اومد این حرفا رو اینجا داری میزنی. اینم از اینش. و بالاخره بعد آخر سرم این آقای استفان مول MULL مال اور مول که یک شخصی هستش که فعلا انجام تمام کارهای اتمی ایران و این به عهده گرفته. و از ایشون هم ما پرسیدیم که چه خواهد شد اگر ایران همه کاراشو انجام داد و وقت این شد که شماها به تعهدات خودتون ترتیب اثر بدین و نشد و نخواستید و تصمیم گرفتید. به سال هم بیشتر نمونه یا آقای با ما یه سال بیشتر نمونه، اینقدر پاشون هی میکشن رو زمین، هی میکشن رو زمین، هی لنگ لنگ میکنن خودشونو که یه سالش تموم بشه. سیستم جدید که اومد میگه آقا همه اینو مال قبلی ها بود و جمع کنید برید پی کارتون. اینو ما از همین دوست عزیز ما آقای سید موسوی پرسیدیم، سید حسین موسویان پرسیدیم که آخه بابا این قضیهش چیه؟ من از این پرسیدم اینطور میگه، از این پرسیدم اینطور میگه. گفت نه حسن جان شما ناراحت نباش، ما تمام این قوانین و هر چیزی که گفته بردیم شورای امنیت و اینا قبول کردن. خوب گوش کنید، شورای امنیت یعنی به گرگه گفتی که آقا گرگه ما رو گاز نگیری، یا اونم گفته نمیگیرم. شورای امنیت هم گفته نه نمی کنم این کار مانعی نداره. به آقا گرگه گفتی شورای امنیت کیه؟ اینا یه دوست الله اکبر. به هر حال اینم از این داستان اینها که چطوری به زور دارن ملت‌های دنیا رو اسیر خود میکنن، از هر طریقی هم که میتونن این کار رو میکنن و هیچ انتهایی هیچ چیزی نداره، یعنی به هیچ وجه معلوم نیست کی تموم خواهد شد. و ما یک ویدیوی کوچیکی داشتیم، اگر امکانش هست اونو با هم گوش کنیم و ببینیم که همین صحبت هایی که ما داریم اینجا میکنیم، این اشخاص هم اون چیزا رو بسید که حالیشون شده دارن میگن. یه 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر نیست. تشکر میکنم. من اعتقادم اینه که دولت یه مقدار به اصطلاح
محبوبیت و مقبولیت مجلس رو برمی‌داره. دولت که من میگم معنیش این نیست که همه اعضا رو برکنه دولت، بلکه بخشی از کسانی که از آقای روحانی دارن سوء استفاده میکنن، از دولت دارن سوء استفاده میکنن برای رسیدن به قدرت، برای رسیدن به ثروت. رضا نگاه بکنید شما، اتفاقی که توی دولت و توی برنامه اقتصادی دولت داره میفته واقعا یک اتفاق به اصطلاح پیشروی نیست که جامعه رو به پیش ببره. و متأسفانه اقتصاد یک اقتصاد بیمار و یک اقتصاد راکدی است الان حاکم بر کشور. اقتصاد مقاومتی رو برای اولین بار میبینیم که شما از رفاه ها آمدن و حتی احسا کردن چگونگی دسترسی و دستیابی به اقتصاد مقاومتی رو، ولی باز دیدیم که اتفاق نیفتاد، این اراده وجود نداره. برحال مجلس اعتقادش بر اینه که اینکه ما چشمامونو ببریم به سمت خارج از کشور که مذاکرات به کجا میرسد و بعد شروع کنیم به اقداماتی یا بعض از رفتارهای دیگه توی کشور، این اشتباه است. ما اعتقاد اونه که باید به ظرفیت‌های خودمون تکیه کنیم، اون رو پیش ببریم، نه که اونجا هیچ کاری نکنیم. بلکه به اون زیر تعاملات خارجی هم باید اقداماتی بکنیم. ما تا اون رو بسپاریم به دستگاه دیپلماسی که اونها به اصطلاح اقدامات و رفتارها و تعاملاتشون رو با دنیا حل بکنن، ما تا خود دولت و تیمای اقتصادی هم برگردن به داخل کشور رو نگاه بکنن به ظرفیت‌های داخلی از جمله تولید داخلی، ولی اینو نمی‌بینیم. این اشتباه است، این خیلی اشتباه است. خب من از اینجا فریاد می‌زنم، ما باهاش فریاد می‌زنیم، چرا شما به اقتصاد مقاومتی توجه نمی‌کنید؟ چرا شما نمی‌بینید به سراغ تولید داخلی؟ امروز یعنی شما همین کشاورزی رو که توی جامعه می‌خواد کشاورزی بکنه، زیر ساختش رو حمایت بکنید، کمک کنید، سوقش رو بهش کمک کنید، بازارش رو بهش کمک بکنید، اگر جایی خسارت دیدش کمک بکنید. شما دارید بعض محصولات کشاورزی رو با قیمت بالا وارد میکنید که به اصطلاح ارز ما هم خارج از کشور میره، بعضی وقت دست من خالی میشه، ضربه میذاره به تولید داخلی هم. منتها حاضر نیستید نصف همون به اصطلاح پول و هزینه که برای واردات شما هزینه میکنید رو برای تولید داخلی هزینه بکنید. شما حاضر نیستید برای چه؟ حاضر نیستید به چه دلیل؟ خب این ضربه است موضوع داخلی. بلازه اون چی که ما مشکل داریم یا در حقه بحث ادام اتکال بودجه به نفت، خب این حرف جدی ما بود که بیان برای اولین بار کارو تمامش کنیم، دیگه بودجه رو وابسته به نفت نکنیم، بودجه رو بیاریم مبتنی بر توانمندی های داخلی و ظرفیت های داخل ببندیم، و این کار اتفاق نیفتاده. خب یه نگاهی وجود داره بعض از اینها که متاسفانه مثلا بحث واردات ما به شدت مخالفیم، ولی خب نگاه دولت بعضی های میبینی که وارد کنه، چون در واردات برخواه خیلی ها میتونن به یک نورنوایی برسن، یا اینکه برخواه نگاه به تولیدات خارجی، چون خیلی ها میتونن تو قراردادها به یک آلاف و علوفی برسن. این نگاه مخالف ما با بعضی دولت مرمان این که ما الان تجهیزات صنعت نفت ما در داخل تولید میشه ولی الزاما داریم از خارج برداریم بیاریم، یعنی بی توجه رو تولید داخلی. اینو وجه مخالفت ما با بعضی نگاه های حاکم بر دولت. فلذا این باید شده که اونها این رو برمتابند یا وزرایی رو که اونها میخوان برقای شما وزیری رو که با تمام وجود توی نظام برای نظام نستاده. بعد رو میگه آقا شما چرا میگید فتنه؟ چرا میگید وزیر فتنه؟ که توی وزرای کسانی که تو فتنه نقش داشتن نباید بیان. ما اون فتنه رو با کسایی که طرفدارای کاندیدا بودن جدا میکنیم، یه دو طرفدار بودن اشکال هم نداره، کسی که شما نگهبان تعیین کرده میتونن بعد طرفدارشو بکنن تبلیغ کنن اشکال نداره، ولی که ما بیایم اختشاش بکنیم، تحصن بکنیم، آتیش بزنیم یا حمایت کنیم از اراذل و اوباشی که اختشاش بکنن، مردم رو در تیر میذارن و مردم رو از بین میبرن، اموال بیت المال رو آتیش میکشونن، ماشین مردم رو آتیش میزنن، چادر از سر بچه‌ها میزنن، بچه‌های مردم میکشونن یا دیگر رو آتیش میزنن، از اینا حمایت بکنیم یا به اینا به بگیم یا اینا رو مثلا حمایت مالی کنیم یا معنوی بکنیم، آیا این میتونه برای نظام جمهوری اسلامی برای مردم به اصطلاح بر مصدر اونها بنشینه و تصمیم گیری بکنه؟ خب مجلس مالا مخالف دولت رو برای میتابید، بعضی آقای مثلا ترکان رو برای میتابید، همین آقای برای شما بینید تو زمین خواهی هم این دارد چه کار میکنن؟ اینو مجلس مخالفت کرده، چرا این دارد توی زمین خواهی فلان جا و فلان جایی که طرف عنوان مناطق آزاد دارن میرن اونجا زمین میخرن، زمین میگیرن، بعد هم تحت عنوان به اسلام اموال خودشون بعد چند برابر میفروشن به دولت؟
زمین خاری نیست، استفاده از راند نیست، مجلس با اینا مخالفه، ما با اینا مخالفیم، شما مخالفیم نمیپذیرم، نظارت پذیر نیستم. فردا شما میگه رو تخریب کردن که برحال حداقل بتونن تو دولت بعد، تو مجلس بعد بتونن همراهانشون بیان و هر کاری خواستن انجام بدن. این خیالات رو مردمه، مردم نباید اینو بپذیرن. اتفاقا مردم هم دارن ببینن چه کسانی بیشتر نظارت میکنن بر کار دولت، ولی اون دولت منتخب خودشون هم باشن، اون دولت رو انتخاب کردن که کار اجرایی کنن، نه که به اصلا دست اندازی به مال مردم کنیم یا به اموال بهتون مال کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، این یک تیکه کوچیک و رویت فرمودید و دیدید که چطور یک شخصی در از زوایای مختلف راجع به این قرارداد اجرای بین جمهوری اسلامی ایران و 5 گروه اروپایی به اضافه 1 رو دارن شرح میدن. همون صحبت هاست که ما داریم میکنیم اینجا، همین صحبت هاست که در این جلسات داره میشه، منتها خب طرف های قوی تر بدون خجالت میگن بله ما این کار رو کردیم، میخواستیم قبول نکنیم. بعد وقتی با طرف های ایرانی صحبت میکنیم اونا میگن آه این حرفا چیه، ما با چیز صحبت کردیم، سازمان ملل صحبت کردیم، این کار رو کردیم، تاشون محکم بستیم، فلان کردیم، بهمان کردیم، که ما اون مثال گرگ و بقیه رو آوردیم که چطور به گرگ شما میتونید چی میگن ترک عادت گرگ مرگ است، توبه ببخشید، بله توبه گرگ مرگ است، یعنی چطور میگن یه گرگ رو نشناختید تمام عمرتون، آخه گرگ رو شناختی چطور میگه من نمی کنم این کارو، میمیره، طبیعتش در رندگیه. حالا چند روز پیش، دیروز بوده، پریروز بوده، کی بوده، در یک منطقه در سوریه، مثل این که یا در نه در بله که سوریه بوده یا لبنان بوده، یکی از اینجا اینقدر شلوغ شده اصلا ما نمیدیم کی داره میزنه کی داره میخوره، در لبنان بوده، مثل این که یکی از افرادی که در حزب الله فرمانده نیروی چیزی بوده، اینو با موشکهای خیلی بزرگی میان از داخل سرزمین های اشغالی فلسطین این موشک ها رو ول میکنن، این موشک ها میان از مرز رد میشن و میخورن به این ساختمون چند طبقه و این ساختمون رو با خاک یکسان میکنن، و چقدر توش کشتن ما نمیدونیم، ولی اونی که میخواستن رو کشتن و جسدش هم کشیدن بیرون و تشییع جنازه شد و بردن و دفنش کردن. حالا هیچ کس اعتراض نمیکنه که آقا چه خبره، چرا اینطور داره میشه، چرا اونطور میشه. حالا باز یه جلسه دیگه بودش در همین واشنگتن که کاردار سفارت قاسبین سرزمین های فلسطین اومده بود، یه آقای دیگه هم اومده بود که میگفت من اهل فلسطین هستم، پدرم فلسطینی بوده، پدر بزرگم فلسطینی بوده، بعد عکس و تحصیلات نشون میداد که بله در زمان عثمانی ها جد اینا جد جد جدشون هر کی بوده فرماندار اورشلیم بوده، قدس که بهش میگن اورشلیم، جروسلم و ما میگیم قدس که همه اینا همش یه اسم هست. بعد نشون میداد که اینجا چی بوده چی نبوده، کلی هم صحبت میکرد. اون آقایی که از طریق سفارت قاسبین سرزمین های فلسطین اومده بود، اونم طبق معمول که نه من غریبم، خلاصه اینها این کارو کردن اون کارو کردن، اینطور گفتن اونطور گفتن، ما اینطور گفتیم اینا اینطوری گفتن، فلان 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 فلان، خلاصه یه نیم ساعت سه رو بیشون صحبت کردن، بعدم سوال جواب شد و فلان، ما دستمون رو بلند کردیم بر حسب تصادف گفتن بفرمایید، منم گفتم خیلی ببخشید دو تا سوال دارم پوشیده به هم دیگه باشه. یک سوالم این هستش که چندین سال صحبت داره میشه بین شما و اونهایی که دور و برتون دارن زندگی میکنن، بالاخره همه همسایه هستید و بالاخره شما تو یک محلی زندگی میکنید که این زمانهای زمان سای سال این فلسطین نام داشته، و شما فکر میکنین که چی باید اتفاق بیفته، چه جور
روشی باید پیش گرفته بشه که شما راضی بشید. توجه کردین چطوری؟ مثلا من هی نق و نق میکنم، یکی میرم آه حرف حسابتو بزن چند میخوایی بدن که راضی بشی. خب یه همچی سوالی بود و ایشون هم با کمال گفتن که ما تا تمام دنیا، نه تنها گروه، the world، تا تمام دنیا ما رو قبول نکنه این ادامه خواهد داشت. accept us. خب حالا قبول کردن خب یک لغت خیلی عمومیه. خب من ممکنه بگم من قبول کردم، یه نه این قبول کردن اینطوری قرار نیست، قبول کردن اینطوری که نمیشه. قبول کرد یعنی هر روز باید بیای جلو خونه ما رو آب و جارو بکنی، هر چی پول تو جیبت هست بذاری دم در ما، تعظیم بکنی، عقب عقب بری. من اگه خوشم اومد اون موقع امروز قبول کردی، فرداش هم همین کارو باید بکنی، اگه نکردی قبول نکردی. با زبان بی زبانی درد این هست که انتهایی برای درخواستهای این افراد وجود نداره. بعد گفتم سوال دوم من این هست، از زمان حضرت موسی علیه السلام که از دست فرعون شما رو نجات دادن و اومدید به سرزمین فلسطین 4000 سال، 3000 سال گذشته، چند نفر از نواده های یعقوب که بنی اسرائیل میشن در حال حاضر در این سطح کره زمین زندگی میکنن؟ ایشون گفت 80 میلیون. خب من فکر کردم گفتن 80 میلیون جمعیت. این آقایی که بغل دست من نشسته بود بعد رفتیم بیرون صحبت کردیم گفت نه اصلا، ایشون گفت 18 میلیون. بعد من گفتم خب بقیه چی شدن؟ بالاخره از اون موقع تا حالا 4000 سال ایران که حالا جمهوری اسلامی ایران هست 30 خورده سال پیش 35 میلیون بوده، حالا شده 80 میلیون در 30 سال. افرادی که از مصر اومدن بیرون به دست حضرت موسی علیه السلام تا حالا شدن فقط 18 میلیون یا 80 میلیون. بعد ایشون هم میکنید فکر کنید چی گفت؟ ببینید ما تبلیغ دین نمی کنیم و در ضمن انقدر مشکل می کنیم که یکی بتونه دین موسی رو قبول بکنه. اینا ما نمی رسیم تا دیروز که اگر من بخوام برم واقعا تورات رو بفهمم چی میگه و بخوام من هم از حضرت موسی علیه السلام بخوام تبعیت کنم و از درس های ایشون انجام بدم، به من اجازه نخواهند داد. مشکلش میکنن. چرا؟ اونم نفهمیدیم باز دوباره. و چرا دارن قایم میکنن همه چیز رو؟ چرا برای خاطر حتی بگیم 80 میلیون جمعیت، چرا برای خاطر این 80 میلیون جمعیت 7.5 میلیارد جمعیت دنیا رو علاف کردیم؟ هرچی بهتون میدن میگه کمه. ای وای یه صدا اومد، نکنه یکی داره میاد. بابا این باده داره میزنه شاخه درخت داره به خونت میخوره، کسی دیگه نیست. میرم من میترسم، من میترسم. فقط اینو بدونید، ما اینو یه دفعه هم گفته بودیم قبلا، 3 تا راه حل هست برای افرادی که از حضرت موسی علیه السلام دارن تبعیت میکنن. 1، مؤمنین این دین هستن که با ما برابر هستن، برادر هستن. اونی که 100% از حضرت موسی داره تبعیت میکنه، از 10 فرمان او داره تبعیت میکنه. یه کتاب دیگه که به نام تلمود هست اونو یه دیگه نوشتن، به هیچ وجه به حضرت موسی کاری نداره. یکیش اینه. راه دیگهش این هستش که نه، همین بگیر و ببند و بکش بکش رو نگه دارم و هر دفعه هم صحبتی میشه بابا
بیاید با هم صحبت کنین. اینا میگن ما آماده این فلسطینی ها نیستن، فلسطینی کسی ندارن که بیاد با ما حرف بزنه. اول رو کشتید تو زنداناتون گردی، کی بیاد با تو حرف بزنه؟ بقال سر کوچه رو میخوای بیاد حرف بزنه باهات؟ اون چی میدونه؟ صحبت این هست، میگه ما اون کسی که شریک صحبت باشه نداریم. We don't have a partner to talk to. پس بنابراین نگوشیه، هی نگوشیه. 60 ساله دارن صحبت میکنن. از 60 سال پیش تا حالا اونایی که مردن چندین کفن پوسوندن هنوز دارن اینو صحبت میکنن. بعد چیز آخرش هم این هستش که من واقعا نگران هستم، واقعا میگم نگران هستم که یک زمانی برسه که مردم دنیا، نه تنها فقط مردم فلسطین اونجا، مردم دنیا به تنگ بیان که بابا دیگه بسه، یا قبول کنید یا دیگه تمومش کنید. اگر به اون مرحله برسه، ما امیدواریم هیچ وقت نشه، با تمام این چیزهایی که راجع به این مردم میگن که سرزمین‌های فلسطین رو غصب کردنن، بمب اتم دارن، کلاهک اتم دارن، اینو دارن، اونو دارن، فلان دارن، از این ور کره میرن اون ور کره، یکی رو تو خونش میگیرن میکشن و برمیگردن، بعد بهشون میگیم من هیچ وقت نشدیدم اینو. کی بود؟ چند وقت پیشا، چند وقت پیشا بودش که در قطر بودش، در امارات بود، در یکی از این محله بودش که یک فلسطینی که با حماس یا اینها همکاری داشت تو اومده رفته تو اتاق هتلش، تو تمام این دوربین هم نشون دادن که این آقا اومد سوار آسانسور شد، دو نفرم پشتش اومدن سوار، یکی راکت تنیس دستش بود، یکی شلوار کوتاه تنیس دست، اینا وایسادن آسانسور که وایساد، این فلسطینی از این ور رفت، این دو نفر از این ور رفتن، بعد برگشتن رفتن تو اتاقمون، یا چیزی بهش تزریق کردن، چیزی تو دهنش کردن که این تمام عضلاتش فلج شده، یعنی عضلاتش کار نمیکرد. وقتی عضلات کسی کار نمیکنه، بزرگترین عضلاتی که در بدن شما هست قلبتونه، وای میسه تکونم نمیتونی بود. یه بارش هم کرده بودن صورتش رو، بعد فرار کردن، بعد همه اینا معلوم شد که کی بود کی نبود، با پاسپورت های جعلی اومده بودن و یه عده از ممالک مختلفی که پاسپورت های اونها مصرف شده بود به شدت اعتراض کردن. و انتظار چه اعتراض بر چی میکنی؟ و این شخصی که بغل دست من نشسته بود تو اون جلسه، با هم رفتیم بیرون صحبت کردیم، گفتم بابا یه همچی کارا میشه؟ اون گفت والا من تا حالا نشیدم همچی چیزی. چطور میشه در روز روشن بیاید برید خونه یکی، یه کامیون دم درش بذارید، هر چی داره و ندارش بذارید تون برید، و پلیس هم بیاد بگه آقا اینجا چیکار داری میکنی؟ بگید ما داریم اینا رو میبریم بشوریم و برگردیم. بعد که صاحبخونه میرسه به پلیس میگه بیا، پلیس میگه آره من دیدم اینا، گفتن داریم اینا رو بشوریم. میگه خب شمارهشو برداشتی؟ میگه من نه، چه شماره برداشت؟ بابا ماشین پلیس توش دوربین داره، چطور که شماره اینو ندیدی؟ شماره همه رو میبینی، شماره یکی رو ندیدی؟ یعنی طوری داره رفتار میشه، طوری رفتار میشه که انشالله اون روز نیاد که خشم دنیا چنان بجوشه که جلوشو نشه گرفت. دیگه این کار یشه و سنار نیستش، 100 نفر و 1000 نفر و 100,000 نفر و 1,000,000 نفر نیستش دیگه، 10 میلیون نفر کشته خواهند شد. کجا کشته خواهند شد؟ همون منطقه‌ای که بهش میگن خاورمیانه. حالا به هر جوری هست، شیعه و سنی رو به گله هم بندازن، کرد و با ترک به هم یه بندازن، این یکی رو با اون یکی بندازن، همه رو عرب رو با این یکی بندازن، اون یکی عجم با این یکی بندازن، یعنی تمام نقشه هاشون انقدر شیطانیه، انقدر شیطانیه که اصلا نفس انسان بند میاد وقتی فکر میکنه. شما فکر میکنین دو نفر که تو کالیفرنیا رفتن اینقدر کشت و کشتار رو کردن و 2 روز بعدش این لایحه‌ای که آقای اوباما امضا کرد
به هم مربوط نبود؟ خب البته که مربوط، اینا تروریست بودن اومدن این کار کردن. دیگه نمیفهم آقا، این تروریست که از زیر سنگ در نیومد، سالهای سال اینجاست، سالهای سال اونجاست، تمام اینا پرونده دارن، چطور ما شما ندیدی؟ وقتی یه موش از سوراخش در میاد بره یه جای دیگه همه میبینین اینو، عکسش هم میگیرین، چشاش هم میگیرین، این رنگیه. حالا این دو نفر این کار رو کرده، حالا نتیجه رو ببینید، نتیجه رو ببینید، نتیجه چی هست؟ نتیجه این هست یه صد بزرگ میندازن جلوی اروپایی ها. هر کدوم شما رفت به اون منطقه، چه عراق باشه، چه سوریه باشه، چه ایران باشه، چه یمن باشه، چه جاهایی که فعلا امکان مثلا درآمدی چیزی هست برای ادنی. دیگه ما به شما اجازه نمیدیم بیاید وارد امریکا بشید. این کار اینجا انجام میدن، خب میشینن کنار، مثل اینکه صد و یواشکی یکی میره سنگشو در میره. خب صد که با یه سنگ در بودن که نمیشکنه، هم اول بیاید میشینی کنار، یواش یواش شما پای میاد، یواش 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 یا پا میریزه بیرون. اون وقت ریخت بیرون، اونجاست که بهره برداری میشه. دیدم بارها خودشون هم گفتن، همین آقای شمام پرست بنده خدا یه دفعه گفت که اولا ما بنانا ریپابلیک نیستیم، یعنی ما مثل اینایی که تو آمریکای جنوبی هستن نیستیم، ما مثل اونها که هر دفعه هرکی عشقش کشید بیادیم سیستم رو عوض کنه، ما نمیذاریم هرچی کاری بشه. ولی همیشه ما اون کارهایی که ننگین هست رو برای دوستامون انجام میدیم، دوستای اونها کیا هست؟ با کشتن تمام دانشمندهای هسته‌ای ما، اینا کجا تعلیم میرن؟ اون چند نفری که اومدن اینا رو کشتن و رفتن. یا با زدن یک موشک که هنوزم که هنوزه سرسداشو در نیاوردن، در کرج بوده، کجا بوده که این محل پژوهش هست و محل درست کردن بعضی از چیزا هست، اونا رو کشتن. بعدم چند روز پیش بودش که این آقایی که تو فلسطین بوده یا لبنان بوده، با چند تا موشک زدن، این موشک ها اومدن و ردگیری هم شده، دیدن بعد این از اینجا اومدن فلان کردن بیمار کردن. هیچ کس هیچ کسی نمیزن. چرا؟ خون مسلمان ارزش نداره. متاسفیم، واقعا متاسفیم. حالا یک داستانی ما یه دفعه اینجا تعریف کردیم، من درست به خاطرم نیست درست گفته باشم یا نه. داستان این هستش که در زمان قاجار یه عده از افرادی که از انگلیس اومده بودن و تهران زندگی میکردن، مثل که وسیله نقلیه چیزی داشتن، از این چی مدل میگفتن، چی میگن، ما 150 سال پیش بوده. یه روزی که از این انگلیسی ها یک شخصی رو زیر میکنه، همه میریزن که اینو بگیرن کتکش بزنن، چون اون زمان کتک میزنن، بعد سوال میکردن اینا این چیزو برداشتن، میگن اول بکشش بعد سوال بکن. Shoot first, ask question later. از اونجا اونم از اونجا اومده. بله خلاصه همه جمع میشن که اینو کتکش بزنیم. یا آقا سر کن ببینم، میریم کلانتری ببینیم تقصیر کی بوده. میرن کلانتری و فلانی حرفا، خلاصه میگن فلان روز بیایید دادگاه و شاکی ها بیان و این آقا هم بیان که این امر فیصله پیدا بکنه. اون روزی که میرن به دادگاه، این آقای انگلیسی یه گاری میکشه و نشون میده که این گاری رو یک دونه اولاغ داره میکشه، یعنی نقاشی کرد، یک گاری نقاشی کرد و یک اولاغ کشید که این گاری رو حمل میکنه، میکشه اینطور. یه نقاشی دیگه نشون داد که همون گاری رو دو نفر دارن میکشن، هر کدوم زیر بغلشون میلش رو گذاشته، یکی این وری میکشه، یکی اون وری میکشه. بعد اومد به دادگاه گفت آقای قاضی خودت نگاه بکن، این گاری رو این اولاغ داره میکشه،
این گاری این دو نفر میکشن، پس قیمت هر شخص مساوی میشه با نصف یه الاغ، یعنی یه الاغ مساوی دو تا شخص هست. حالا این الاغ 5 تومن قیمتش، ما 2 تومن رو 5000 میدیم به یکی ها و دادگاه خاتمه پیدا کرد. هوشیار باشید بدونید اینها همونایی هستند که چندین میلیون شما رو از گرسنگی کشتن، طوری کشتن که اون غیرت ایرانی، اون افتخار ایرانی، اون سربلند ایرانی رو چنان خورد کنن که برای یه لقمه نون سرت اینطوری کنی یه شی بده من برم یه ذره نون بخرم، که هنوز اون نوکر صفتی، اون نوکری هنوز تو مملکت ما ریشه داره. جوانهای ما انشاءالله انشاءالله دارن میفهمن که این بردگی و نوکری به هیچ وجه به هیچ وجه عاقبت خوش نداره. تمام اونهایی که نوکر بودن قبلا در زبالدانی های تاریخ افتادن، شاهش باشه قبل از اون، رضا شاهش باشه قبل از اون، افراد دیگه باشن و در دورور ما، چه در مصرش باشه، چه عراقش باشه، در فیلیپینش باشه، در آمریکای جنوبی چه افرادی، همه اینطور، همه همه همه. پس بنابراین اولا به هیچ وجه به هیچ وجه محبت و احساس مهمان نوازی خودتون رو غافل از این که این شخصی که وارد خونه شما شده ممکنه نیت شوم باشه، چشتون رو هم نگذارید. اینها میگن آقا اینا گفتن مهمان نوازن، با لغت میزه در خونه تو میشنه میاد تو، میگه مگه نگفتی مهمان نوازی، من اومدم اینجا. با کمال وقاحت، با کمال بیشرمی، من دیدم به اینا درس میدن، به اینا یاد میدن، به دیپلماتاشون یاد میدن وقتی که میری تو اون منطقه اینطوری رفتار کنی. و اینا افرادی هستن که مهمان نواز هستن، مهمان دوست هستن، از این سو استفاده بکنید، طوری نشون بدید که این حق شماست، اون باید هرچی داره بیاره جو. آخه ببینید داستان هم هستش دیگه، در دین اسلام مهمان معمولا میگن دوست خداست، هر کسی که در خونه شما رو زد حتما باید مهمان نوازی بکنید. همونطور که حضرت ابراهیم وقتی که دید دو نفر ناشناس وارد اون منطقه شدن و اینها رو دعوت کرد که بیای تو، اینا که نشستن رفت یه گوساله کوچولو داشت اینو زب کرد و کباب درست کرد از اینو آورد جلو اینا گذاشت که بخورن و این دو نفر دست به غذا نزدن. و در اون زمان رسم بر این بود اگر کسی خونه شما میاد اگه نون و نمک شما رو نخوره، یعنی یه سوء قصدی نسبت به شما داره. اینم از اونجا اومده نون و نمک. وقتی حضرت ابراهیم نگران شدن و به این افراد یه نگاهی کردن، اون افراد گفتن حضرت ابراهیم، البته حضرت ابراهیم نگفتن، گفتن ابراهیم، گفتن که نگران نباش، ما دوتا از فرستگان الله سبحانه و تعالی هستیم، برای یک مأموریتی اومدیم، یک منطقه هست این طرف به نام لوط، ما اومدیم اونجا یه مأموریتی انجام بدیم. در همین زمان که اینا داشتن صحبت میکردن، افراد لوط خبردار شدن که دو تا جوان اومدن به چادر حضرت ابراهیم، اومدن اونجا که مزاحمت ایجاد بکنن. حضرت ابراهیم هم خیلی ناراحت شدن و گفتن ببینید من دو تا دختر دارم، ببینید این دخترها ما عقد کنم برای شما. اونا گفتن نه ما از این کارا نه، ما این دو تا رو دوست داریم. فرشتگان هم به حضرت ابراهیم گفتن چیز نکن، زیاد خودتون ناراحت نکن، ما میدونیم چطوری از پس اینا بعد بیاییم. خلاصه روز بعد آثاری از قوم لوط نبود، همشون سنگ از آسمان بارید یا نم تبدیل به سنگ شدن، داستانه مهمه از بین رفتن، قوم لوط کلن از بین رفت. و از اونجا هستش که لغتهای لات لوط اینها اومده که می آقاییم خیلی لاتیه ها، یعنی یک لغت خیلی خیلی بد
یک لغت یه معنی خیلی مزخرف داره رو دارن به یه شخصی میدن که مثلا این خیلی شرافتمند هست و خیلی آقا هست و از خود گذشتگی مردانگی داره. نه، اینم از اونجا. بله، ما یه چیزی هم اینجا گرفته بودیم، بذارید ببینیم پیدا میکنیم اینو برای شما بخونیم. دفاع شب ویزا. آها، بسم الله. بله، یک مقاله کوتاهی هستش که آخر شما داریم براتون میکنیم. گزارش نویس روزنامه بهار با زبان بی زبانی اعتراف کرده است که از روز نخست طرح محدودیت سطور روادید برای مسافران ایران در آمریکا، دولت ایران تلاش هایی داشته که این تلاش ها ناکام مانده و در نهایت این محدودیت ها به قانون تبدیل شده است. ولی برای ناراحت نشدن مقامات ایرانی از سوی وزیر خارجه امریکا، نامه‌ای به همتای ایرانی ارسال شده که نامه امروز هم همه و هر چند که بر زبان نیاورند بر تشریفاتی بودن آن اذعان دارند. در این میان تنها روزنامه اعتماد بود که برخلاف سایر رسانه‌های همسوی تیتر تناقض امریکایی را برای این اقدام ضد ایرانی انتخاب کرد. بله، این فلان کس تعریف شد که تلاش روزنامه زنجیری ایران برای بزرگ کردن و فراتر از آن طبیعی نشان دادن مسببه ضد ایرانی کنگره نشان از آن دارد که این نشریات رسالتی جز حرکت در مدار تعریف شده از سوی غرب و به خصوص آمریکا و طبیعی نشان دادن آن ندارد. این نشریات در حالی در روی یک نامه تشریفاتی متمرکز شده و از آن به عنوان پیروزی دیپلماسی در برابر صهیونیست‌ها یاد می‌کنند که مصوبه کنگره آمریکا که اینک به امضای اوباما با قانون الزام آور بدل شده، همانند آن نامه دیگر تشریفاتی نبوده و الزام آور است. بله، نکته دیگر آن که نامه تشریفاتی آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز اگر اعتباری داشته باشد تا پایان دولت اوباما خواهد بود و وزیر و رئیس جمهور و وزیر خارجه بعدی مسلما الزامی به پایبند به تشریفات نامه گذشته نخواهند داشت. بله، اینو بارها ما گفتیم، خود اینا گفتن آقا به مجرد آقای اوباما رفت تمام کنگره رای خواهد داشت که اینا رو اینطور کنیم. اصلا خط نشون کشیدن، ما هم داریم خورخور بکنیم که نه بابا این حرف رو چی داره تعارف میکنن. این تعارفه، اولین چیز تعارف هم همین بود که آقای اوباما امضا کردن و ما امیدواریم تمام این حرفا زده میشه. خب هر ایرانی در هر جای دنیا که هست، از صبح ساعت 6 یا 5 که بلند میشید تا میرید میخوابید، با اکثر استقامت و زور و بازو و قوت و هر چی دارید با خوشحالی تمام فعالیت بکنید و اون روزتون رو بهترین روزهای قبل داشته باشید و روز بعدتون هم انشالله از این روزتون بهتر باشه و بدونید در دنیای حاضر پول صحبت میکنه، پول قدرته. هر چی میتونید از لحاظ اقتصادی خودتون رو خودکفا بکنید. اینطور نباشه که یکی بیاد بگه آقا شما مثل که این مغازه خاربار فروشی درست کردید، اینجا نمیشه نخود لوبیای ایرانی، درشو ببر. آقا چی درشو ببر؟ در آقا نخود لوبیای ایرانی نمیشه. مگه ندیدی گفته نکنید کارو فلان؟ خودکفا بودن برای این هستش که اون چیزی بود که میگفتن آهسته برو آهسته بیا که اینطور نشه اونطور نشه. بتونید از تحصیلاتی که دارید، از کارهایی که بلد هستید،
طوری استفاده کنید که اگر گفتن همه فلان کسا رو بگیرید یه راه حلی برای خودتون داشته باشید. و این رو هم ما از یکی از پادشاه‌های صفوی شنیدیم، شاه عباس، وقتی که دوستش بره میون مردم و ببینه مردم در چه حالی هستن. دو تا داستان هست از ایشون. یکیش این هستش که ایشون یک وقتی وارد کوچه میشن و در یک خونه رو میزنن، در رو با میکنن، در اصفهان بوده دیگه. اون شخصی که در رو با میکنه میره پادشاه، میگه بله مثلا سلام پادشاه فلان این حرفا. بعد شاه عباس میگه نگاه میکنه میگه تو حیات چند تا مرغ و خروس دارن میدونن. این شاه عباس به اون میگه که آقا این مرغ و خروس ها رو چی بهشون میدید؟ این بنده خدا ما از همه جو بیخبر، میگه ما هرچی میخوریم تای سفره رو تکون میکنیم که اینا بخورن. شاه عباس میگه فلان فلان شده، این که غذای خروس نمیشه، سرش رو بذارید یا کتکش بزنید یا همچین داری. خلاصه خونه دوم، خونه سوم، همینطور که میومده یه اصفهانی خیلی خیلی زبده تای تای خونه بوده، تای این کوچه بوده. وقتی در خونه اینو میزنن، این در رو وا میکنه، میبینه پادشاه هست. خب قبل شنیده بود که داره میاد. بعد پادشاه میگه به اینا چی میگی؟ میگه قبل عالم، ما هر روز صبح که بیدار میشیم یک قرون میزنیم کف دست هر کدوم اینا هر چی میخورن خودشون میتونن چی بخورن. در مقابل چیز دندون شکن میگفتن اینا که به حضرت چیز میگن، به شاه عباس میگن. داستان دیگه هم هست، انشالله ما هفته آینده وقت بکنیم بهتون میگیم. یک دونه تشکر از همه شما که حضور داشتید در این برنامه و ما امیدواریم هفته آینده هم بتونیم خدمتتون برسیم. برنامه ما دیروز به اشکال برخورد، امروز زنده داره پخش میشه. امیدوارم هفته آینده هم باز موقعیتی باشه که خدمتتون برسیم. تا هفته آینده مرحمت زیاد، مرحمت هاری زیاد. Oh, God.